به ریاست خبرگان رهبری انتخاب شد در نخستین موزگیری خود از ادامه فعالیت دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است این موزگیری آقای یزدی در پی اعتراض هایی است که اخیرا در خبرگان رهبری نسبت به زیر فشار قرار دادن روحانیون منتقد از سوی دستگاه های امنیتی صورت می گیرد. رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری گفته است اجازه دهید دادگاه های ویژه روحانیت با سازوکار خودش کار کند و مطمئن باشید آنچه از دور دیده می شود و در تصورات می آید واقعیت ندارد. آقای یزدی همچنین از انجام کار اطلاعاتی توسط شورای نگهبان دفاع کرد و گفت این شورا یک سری منابع اطلاعاتی رسمی و یک سری مراکز مردمی در دفاتر استانها و شهرستانها دارد که اطلاعات را به آن می رسانند. در سالهای اخیر بحثهایی در خبرگان برای نظارت بر شورای نگهبان و در انتقاد از ورود مستقیم شورای نگهبان به امور اطلاعاتی مطرح شده بود به این ترتیب در نخستین واکنش های خود آقای یزدی انجام برخی از بررسی های نظارتی خبرگان بر دستگاه های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را منتفی دانسته است. خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی ایران وظیفه نظارت بر دستگاه های زیر نظر رهبری را به عهده دارد. رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری همچنین درباره اختلافات میان او و محمد تقی مصباح یزدی گفته است هیچ اختلافی بین آخوندها نیست آقای یزدی همچنین در نخستین اعلام مواضع خود از ادامه فعالیت امر به معروف و نهی از منکر توسط روحانیون در استانها حمایت کرده است آقای یزدی گفته است همه روحانیون در مراکز زندگی و شهر خود فعال هستند امر به معروف و نهی از منکر می کنند با فساد مقابله می کنند و این طور نیست که بنشینند و تماشا کنند در ماه اخیر امامان جمعه و برخی از روحانیون حکومتی با به بردن تعبیر امر به معروف و نهی از منکر از فعالیت های فرهنگی و مدنی مردم که با مجوز دولت انجام می شده است جلوگیری کردند آقای یزدی با تایید ضمنی کنترل روحانیون توسط دستگاه امنیتی گفته است گاهی اتفاق می افتد که به یک فرد در منزل و دفتر او تذکر می دن و گاهی به مرحله می کشد که می گویند باید به دادسرا بیاید. آقای یزدی در توضیحی درباره رایگیری دیروز در اجلاس خبرگان و درباره کنارگیری هاشمی شاهرودی به نفع هاشمی رفسنجانی گفت تصور می کنم پس از اینکه آیت الله شاهرودی در عمل دید که هاشمی رفسنجانی نامزده است کنار رفت این در حالی است که ساعتی پس از اعلام نتیجه انتخابات رئیس مجلس خبرگان عباس کبی از اعضای این مجلس درباره انصراف هاشمی شاهرودی گفته بود بعد از اینکه آیات یزدی و مؤمن اعلام کاندیداتوری کردند آیت الله هاشمی شاهرودی انصراف دادند چون تعدد کاندیدا را صلاح نمیدانستند لذا برخلاف آنچه برخی شایعه کردند ایشان به نفع هاشمی انصراف ندادند شکست هاشمی رفسنجانی واکنش های مختلفی را در رسانه ها باعث شد گرچه رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان عموما با سکوت از این مسئله عبور کردند اما رسانه های اصولگرا تحلیل های مختلفی در این زمینه منتشر کردند رجا نیوز وبسایت نزدیک به جبهه پایداری اشتباه بزرگ هاشمی رفسنجانی را تلاش برای سیاسی کردن مناسبات حاکم بر خبرگان دانست و نوشت پیام انتخابات هیئت رئیسه خبرگان رهبری پیامی بسیار بزرگ و حائز اهمیت است و شاید بتوان گفت نقطه غیر قابل پذیرش در فعالیت سیاسی سه سال اخیر هاشمی رفسنجانی تلاش برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت از دولت روحانی و تلاش های مکرر برای بستن پرونده های داخلی و خارجی که به نوعی به او مربوط می شود با استفاده از جست در موضع قدرت بودن، امروز و به واسطه رفتار متفاوت اعضای خبرگان رهبری ناکام مانده است، و همین نکته مهم است که این عدم کامیابی در انتخابات ریاست خبرگان رهبری را بسیار سنگین و دشوار می کند. در جلسه امروز مجلس خبرگان محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به عنوان مهمان برای اعضای مجلس خبرگان سخنرانی کرد علی اسلامی نماینده قزوین در این مجلس به خبرگزاری فارس گفت که سخنان آقای جعفری حول دو محور مسائل منطقی و بین المللی و مسائل داخلی بود آقای اسلامی گفته است سرلشکر جعفری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته ایران در رابطه با مسائل منطقه‌ای موفقیت‌های مطلوبی داشته است به گونه ای که آمریکا شکست خورده و پیروزی هایی که نصیب مقاومت و انقلاب اسلامی شده بسیار برجسته است طبق روال اجلاس های پیشین مجلس خبرگان اعضای این مجلس پس از پایان آخرین جلسه به دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران می‌روند. حمله اخیر نیروهای لباس شخصی و موتورسواران بسیجی به علی متحری نماینده تهران در مجلس انتقادها به نیروی انتظامی و وزارت کشور را افزایش داده است. علی متحری نماینده تهران در مجلس با انتشار مطلبی در وبسایتش درباره حمله نیروهای لباس شخصی به او در روز دوشنبه 18 اسفند نوشت که مهاجمان برای هر اقدامی آزاد بودند. همزمان استاندار فارس گفته است که حمله کنندگان به آقای متحری اشخاص عادی نبودند و همین گروه میخواستند به علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هم هنگام ورود به شیراز حمله کنند اما پیشبینی و جلوگیری شد. خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که حمله کنندگان به آقای متحری از اسپری فلفل استفاده کردند که موجب اختلال تنفسی علی متحری شده است. آقای متحری در ادامه نوشته خود تصریح کرد ظاهرا به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند. آقای متحری نوشته است ما خیال می کردیم الان نیروهای کلانتری این افراد را بازداشت می کنند ولی دیدیم هیچ اکسل عملی نشان ندادند و فقط از ورود آنها به کلانتری جلوگیری کردند. ظاهرا یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد معلوم بود از کجا دستور گرفتند. در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر اینکه فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود. پیش از این وبسایت انصاف نیوز خبر داده بود که برخی از حمله کنندگان به آقای متحری سوار بر موتورهای سنگین بودند و برخی از این افراد نیز ماسک بر صورت داشتند. موتورهای سنگین معمولا توسط نهادهای نظامی و نیروهای بسیج در ایران استفاده می شود و استفاده از آن برای شهروندان عادی ممنوع است. علی متحری در ادامه نوشته خود گفته است به رئیس کلانتری گفتم الان که اینها در دسترس شما هستند بازداشتشان کنید گفت ما اطلاعات و عکس همه آنها را داریم بعدا همهشان را بازداشت می کنیم اما از تماس هایی که گرفته می شد فهمیدم که تصمیم اصلی آنها این است که به هر ترتیب شده آن جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و سانیان هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر اقدامی آزاد بودند اینجا بود که شمه ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم. به گفته آقای متحری از طرف استانداری فارس در سالن سخنرانی به دروغ اعلام شد که وی به تهران بازگشته تا جمعیت متفرق شود. آقای متحری در پایان نوشته خود تصریح کرد به مسئولان استانی و انتظامی شیراز گفتم اگر قرار بر زورازمایی اجتماعی است بفرمایید تا من هم هوادارانم را به خیابانها فرا بخوانم در آن صورت این ارازل یک لغمه آنها خواهند بود. وی تأکید کرد به رئیس جمهوری محترم عرض می کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است. استاندار فارس نیز روز سهشنبه درباره حمله به آقای متحری گفت به حتم کسانی که این اتفاقات را رقم زده اند اشخاص عادی نبودند. وی گفته اگر آقای متحری به محل سخنرانی می رسید با توجه به جوی که در آنجا به واسطه ی حضور افراد مخالفش حاکم بود امکان بروز حوادث بسیار ناگوارتری وجود داشت. از جمله روز 21 دی حمله برخی از نمایندگان مجلس به علی متحری نماینده تهران و درگیری فیزیکی پس از درخواست دوباره او برای رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی در نطخ میان دستور باعث تعطیلی موقت جلسه علنی مجلس شد. همزمان با توضیحات آقای متحری روزنامه جمهوری اسلامی به بیتفاوتی علی لاریجانی رئیس مجلس نسبت به این مسئله و واکنش وزارت کشور و استانداری انتقاد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است استاندار فارس با استناد به کدام قانون در برابر خودسرها کوتاه آمد و نماینده مجلس را از حق مسلم سخنرانی و اظهار نظر منع کرد و خیل دانشجویان منتظر را از حق طبیعی شنیدن سخنان یک نماینده مجلس که مجوز سخنرانی هم از مسئولین شهر داشت محروم نمود اگر این اقدام استاندار به استناد حفظ امنیت شهر است چرا با برهم زنندگان امنیت یعنی همان موتورسواران خودسر برخورد نشد امنیت را کسانی از مردم سلب کردند که به خودروی دکتر علی متحری و به خود او حمله کردند پس چرا به جای تأمین امنیت سخنرانی زمینه امنیت برای خودسرها فراهم شد روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است اینها سوال هایی هستند که آقای رئیس مجلس باید به آنها پاسخ بدهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعا طرفدار اجرای قانون است سایت اصر ایران نیز در یادداشتی در این زمینه ممنوعیت سخنرانی آقای متحری را با آزادی پدر او در زمان شاه مقایسه کرده و نوشته است آیا اینکه چهل سال پیش آیت الله مرتزا متحری در لباس یک روحانی حامی امام خمینی و مخالف رژیم وقت امکان حضور و سخنرانی را داشت و اهدی معترض او نمیشد اما فرزند او در نظامی که پدرش ایدئولوگ آن بوده و خود وی هم نماینده مجلس آن است و مسئول مستقیم حبس و نشر آثار پدرش نیز هست امکان سخن گفتن نمییابد جفا به جمهوری اسلامی و بیشترین خدمت به متهم کنندگان نیست؟ اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود گفته است به محکومیت احتمالی مهدی هاشمی پسرش اعتراض خواهد کرد اما دعوا نخواهد کرد آقای هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر ضرورت شورایی بودن رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه ای تاکید کرده است رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران در مصاحبه ای که روز سهشنبه 19 اسفند ماه منتشر شد تاکید کرد که بدون هیچ دلیلی تعداد زیادی اتهام برای مهدی هاشمی درست کرده بودند اما دادگاه تا به حال دلیلی برای جرم او پیدا نکرده است رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت من نمیخوام دخالت کنم من از اول به رهبری و رئیس قوه قضاییه و همه گفتم حرف من با همه اینها این است که از بالا دستور ندهید و اگر از بالا دستور دادید خلاف موازین قضایی و شرع است حادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی روز سهشنبه پنجم اسفند ما پرونده مهدی حاشمی را پرونده های سنگین با دوازده مورد اتهام خوانده بود. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین از حضور برادر رهبر جمهوری اسلامی در هیئت تحقیق درباره مهدی هاشمی خبر داده است. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران همچنین با اشاره به پرونده استات اویل گفته است یک بار چند گروه از اینجا فرستادند که برادر آیت الله خامنه ای هم در جمع آنها بود. مجلسی ها و اطلاعاتی ها بودند که رفتند و وقتی برگشتند گفتند ما چیزی ندیدیم. این موضوع سه بار اتفاق افتاد. وزارت اطلاعات آن زمان در گزارشی مهدی را مبرا اعلام کرد. اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به حضور برادر آقای خامنه ای در گروه تحقیق از پرونده استات اویل می تواند به حسن خامنه ای باشد که بر اساس گزارش ها در دولت های مختلف رئیس بازرسی وزارت نفت بوده است. برقی چهره اصولگرا مهدی هاشمی را به فساد مالی متهم می کنند و از جمله احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است مهدی هاشمی در پرونده استات اویل نروژ بیش از 5 میلیون دلار رشوه گرفته است. پرونده استات اول ده سال پیش در آمریکا گشوده شد و در آن احتمال پرداخت رشوه از سوی این شرکت نروژی به شرکتی که رئیس آن عباس یزدان پناه بود مطرح شد. در بریتانیا او شخصا در این رابطه متهم نشده است. آقای حاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود با روزنامه شرق که پیش از جلسه روز سهشنبه مجلس خبرگان انجام شده درباره تاثیر نامزدیش برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری با دادگاه مهدی هاشمی گفت فرض کنید من رفتم و رئیس هم شدم آنها باز هم کار خود را می کنند اگر رئیس نشوم هم کار خودشان را می کنند مطلب این است که یک گروه با اهداف تخریبی هر چه دلشان میخواهد میگویند به اضافه کرد این فشارها روی قاضی خیلی اثر میگذارد نمایندگان مجلس آنگونه حرف میزنند با این وضع قاضی باید خیلی شجاع باشد که در این فضا رأی بدهد حمید رسایی نماینده تهران در آبان ماه و همزمان با برگزاری چهاردهمین دادگاه مهدی هاشمی با حضور در دادگاه انقلاب از تحویل نامه نمایندگان به قاضی پرونده خبر داده و گفته بود که کمیته ای وظیفه مراقبت و رسد اقدامات دستگاه ها در رابطه با این پرونده را بر عهده دارد آقای حاشمی رفسنجانی درباره شورایی بودن رهبری نیز تصریح کرد اگر روزی قرار باشد که دوباره رهبری را انتخاب کنیم بحث میکنیم که فرد یا شورا باشد در اینجا مشکلی نداریم وی گفت که او و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی طرفدار شورایی بودن رهبری بودند و افزود همان نظرم مانده است قاعدتا نظر آیتالله خامنهای هم همان است آقای حاشمی رفسنجانی در اواخر بهمن سال جاری نیز گفته بود که در نبود فرد مناسب رهبری میتواند شورایی باشد آقای هاشمی رفسنجانی درباره سخنان پیشین خود مبنی بر همزمان شدن دلواپسان در ایران با نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است از این جهت درباره دلواپسان گفتم کارشان یک تنز تاریخی شده است آقایانی که این حرفها را میگویند قطعا دشمنیشان با اسرائیل کمتر نیست ولی در این مسئله یکی شدند یعنی الان هم نتانیاهو دلواپس است و هم اینها و هم عرب همسایه آقای هاشمی رفسنجانی روز سهشنبه دوازدهم اسفند ماه گفته بود گروه موسوم به دلواپسان در ایران با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم زبان شدند. سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره دلواپسان مورد انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس قرار گرفته بود. جمیل بایک با از رهبران پیکاکا در اظهار نظری تازه پیرامون درخواست اوجالان برای خل سلاح این گروه گفته که نیروهای پیکاکا از او حرف شنوی ندارن و تنها خود اوجالان در صحبت رو در رو و مستقیم میتونه اونها رو قانع کنه که از کوه پایین بیان سلاح زمین بگذارن و آتش بس رو بپذیرن این اظهار نظر جمیل بایک با به نوعی شوک در مسیر این مذاکرات محسوب میشه اون هم تنها چند روز مانده به نوروز که قرار بود اوجالان پیام تازه تری رو هم بفرسته در واقع این فرمانده صاحب نفوذ پیکاکا معتقد تشکیل کنگره خل اصلاح که خواسته اوجالان هستش تنها با حضور خود او ممکن خواهد بود او به شکل آشکار از دولت ترکیه خواسته تا اوجالان رو برای تشکیل این کنگره از زندان آزاد بکنه موضوعی که نه تنها بعید به نظر میرسه که دولت ترکیه به اون تم بده بلکه حتی اگر هم دولت بخواد این خواسته رو بپذیره در واقع توان اون رو به این راحتی ها نخواهد داشت یا دست کم تا قبل از انتخابات پارلمانی این امر میسر نخواهد بود چرا که موج وسیعی از واکنش های منفی رو در داخل ترکیه به ویژه از سوی طیف های ملی را به همراه خواهد آورد بر روی این شرط تازه میتونه چالش جدیدی پیش روی مذاکرات به ویژه دولت ترکیه باشه اما مسئله این هستش که میان گروه های کردی هم در این زمینه اختلاف نظر وجود داره در حالی که رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق که نقش واسطه رو میان اوجالان و دولت ترکیه در مسیر مذاکرات دارند اگرچه اونها خواستار آزادی اوجالان هستند اما این خواسته رو به صورت پیش شرط مطرح نمی کنند بلکه انتظار دارند پس از نتیجه بخشی مذاکرات اوجالان و بسیاری از زندانیان سیاسی کرد مشمول عفو اما به نظر مرسه پکاکا و در رأس اون فرماندهان این سازمان با روی کردی تر آزادی اوجالان رو پیش شرط خل سلاح میدونن حتی از مجموع رفتار و پیام های خود اوجالان هم در این مدت این گونه استنباط نشد که او هم آزادی خودش رو پیش شرط مذاکرات قرار داده باشه با این همه اگر مذاکرات صلح در چنین پیچ و خم افتار بشه بعید انتظار داشته باشیم تا پیش از خورداد و انتخابات پارلمانی ترکیه این مذاکرات به نتیجه روشنی برسه اوجالان بارها تاکید کرده که مذاکرات باید پیش از انتخابات پارلمانی ترکیه به نتیجه رسیده باشه در پی رونمایی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی بحث در مخالفت با آن بالا گرفته است در طرح جدید تصویر سردر دانشگاه تهران و بیتی از فردوسی جای نماد انرژی ای در میان نقشه ایران و جمله از پیامبر اسلام را گرفته است در طرح جدید روی اسکناس 5000 تومانی همچنان تصویر از روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را میتوان دید طرح پشت اسکناس 5000 تومانی از سال 1387 در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نماد انرژی هسته‌ای درون نقشه ایران شد و نیز در آن دانش اگر در سریا هم باشد مردانی از سرزمین پارس با آن دست خواهند یافت قولی منصوب به پیامبر اسلام دیده میشد. در واکنش به رونمایی از طرح اسکناس جدید تحمس به مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری راه دانا به ایجاد هزینه بیهوده بر اثر تغییر طرح اسکناس اشاره کرده و گفته است توصیه من به دولت این است که به جای تغییر شکل قیافه و رنگ اسکناس ارزش آن را حفظ کند چرا که این تغییرات سودی جز هزینه های اضافی بر نظام پولی و بانکی ندارد اما بیشتر انتقادها متوجه حذف نماد هستی از طرح پیشین اسکناس است برخی منتقدان این اقدام را نشانگر عقب نشینی ایران در مذاکرات اتمی دانستند راه دانا با سوئزن به دولت یازدهم مینگرد و می نویسد که طرح جدید اسکناس و رنگ بنفشان که رنگ انتخاباتی دولت یازدهم است شاعبه های زیادی در خصوص اقدامات پشت پرده دولت به وجود آورده است این خبرگزاری از جمله با چند فعال بسیجی مصاحبه کرده که همه آنها نسبت به حذف نماد حسی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی اعتراض دارند خبرگزاری فارس می نویسد در شرایط فعلی که توهین به پیامبر از یک بر و روند مذاکرات هسته از سوی دیگر در جریان است حذف سخنی از پیامبر و نماد هسته ای از روی اسکناس ها نه تنها کار شایسته ای نبوده بلکه این شاعبه را به وجود می آورد که دولت به دنبال تعامل بیشتر با شیطان بزرگ یعنی آمریکاست. محافظه کاران همچنین موضوع غرور ملی را مطرح می کنند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرده است که حذف نماد هسته از روی اسکناس 5000 تومانی تعمدی نباشد. وی می بحث هسته یک مطالبه ملی است و نباید به غرور ملی باور و اعتقادات ما خدشه وارد شود. بهلول حسینی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خواستار توضیح دولت شده که به چه دلیل باید تصویری از سردر دانشگاه تهران آن هم به رنگ بنفش جایگزین نماد هسته ای شود. نماینده مردم میانه در عین حال به استفاده از واژه سرزمین پارس در نقل قول اشاره شده از پیامبر در طرح اسکناس سابق انتقاد کرده و خواستار اصلاح آن به منظور وحدت اقوام ایرانی شده است. همچنین محمد اسماعیلی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نماد انرژی ای را نماد پیشرفت و مقاومت ملت ایران خوانده و علی علیلو نماینده مردم شبستر از آن به عنوان نماد اقتدار ملی کشور یاد کرده است به گزارش خبرگزاری فارس علما و سران اهل سنت در گفتگو با عصر هامون از حذف حدیث پیامبر و نماد انرژی هسته ابراز ناراحتی کرده و خواستار تجدید نظر و توقف چاپ این طرح توسط دولت شدند از قول آنان نوشته شده که نمادهای حراس دشمنان اسلام یا نمادهای اسلامی نباید حذف شوند. موضوع اسکناس ای در خارج از ایران نیز با ساب یافته است. خبرگزاری انتیوی در گزارشی در این باره می نویسد رونمایی از طرح جدید اسکناس 5000 تومانی تنها چند روز پس از گام موفقیت آمیز در مذاکرات بین درباره برنامه اتمی ایران صورت گرفته است. انتیوی می نویسد که حذف نماد هستی در خدمت آماده کردن اذهان عمومی برای توقف برنامه هسته است. علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حذف نماد هسته از روی اسکناس های جدید را به ویژه خیانت به خون شهدای هسته ای دانسته است. وی گفته اقدام بانک مرکزی در حذف نماد انرژی هسته ای را با هیچ توجیهی پذیرفتنی نمی داند و از رئیس بانک مرکزی می خواهد از انتشار اسکناسها جلوگیری کند. در این میان مجید استانی رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی به انتقادات جاری واکنش نشان داده است. آقای استانی گفته تغییر طرح اسکناس 5000 تومانی از موضوع دانش هستی به دانشگاه تهران با توجه به اهمیت سابقه دانشگاه و علم در ایران انجام شده. این مقام بانک مسئول مرکزی گفته است طرح قبلی اسکناس 5000 تومانی بیانگر بخشی از دهه 80 و طرح جدید آن نیز رویکرد جدید